میخوایم براتون گزارش پخش کنیم از الن ایر سخنگوی فارسی زبان وزارت خارجه آمریکا که در کانال 24 فرانسه پخش شد الن ایر در جریان مذاکرات هسته‌ای با ایران خب حضور پررنگی در رسانه ها داشته البته خبرنگار فرانسوی برای تهیه این گزارش به تحریریه و استودیوی صدای آمریکا بخش فارسی در شهر واشنگتن سر زده و بخشی از کاری رو که ما هر روز انجام میدیم نشون داده اینم نگاهی از بیرون به کاری که ما در صدای آمریکا انجام میدیم هنگامی که وزارت امور خارجه آمریکا میخواهد مردم ایران را به زبان خودشان مورد خطاب قرار دهد این مرد در واقع صدای آمریکاست برای الان ایر بیش از هر چیز و هر نوع ابزار دیپلماتیک این زبان فارسی است که مایه شور و شوق اوست می میگوید پیش از هر چیز شعر فارسی بود که مرا عاشق ایران کرد و سپس زبان فارسی اصطلاحات و عبارات عجیب و غریبی در ایمیل ها می دیدم. از طریق آن شراخ بیشتری از زبان پیدا کردم. بعد تماس با افراد پیش آمد و با فرهنگشان بیشتر آشنا شدم و این سبب شد که باز هم بیشتر در این راه پیش بروم. آلن هیاتی را همراهی می کرد که برای دستیابی به توافق هسته‌ای مذاکره می‌کردند. این مذاکرات خاتمه یافته است. سخنگوی وزارت خارجه ما را به یک دفتر کاملا محرمانه می‌برد. این دفتری است که جا و مکان سفارت مجازی ایالات متحده در ایران است. تارنمای آن که بسیار مورد بازدید قرار می‌گیرد، به آمریکاییان اجازه می‌دهد با شهروندان کشوری تماس برقرار کنند که رسما مناسباتی با هم ندارند. این سایت ها بعضی وقتها مسدود می شود همانطور که خودشان می گویند. به سوی کعبه راه بسیار است دریا تو خشکی اما برای رسیدن به مکه بیش از یک راه وجود دارد برخی از زمین میگذرند و برخی هم از دریا ایالات متحده برای پیام رسانی یک رسانه رسمی دارد که تلویزیون صدای آمریکاست. نشان دادن تصویری از آمریکا و ارزش های آن کشور یکی از اهداف رئیس بخش فارسی صدای آمریکاست. ستاره درخشش میگوید کانال او در ایران مخاطبان زیادی دارد. ما میخواهیم ایالات متحده را بهتر بشناسانیم بدون فیلترهای حکومت ایران در استودیوی صدای آمریکا این دیپلمات آمریکایی با آمیزه ای از شعر و واجه های علمی در مورد توافق هسته ای میگوید البته همراه با تنز حتی اگر فشار واقعی باشد یک اشتباه زبانی میتواند فاجعه بار باشد خوشبختانه تا امروز اشتباه خیلی جدی در زبان مرتکب نشدم از همه مهمتر این است که باید مواظب بود که توهین نکنم. اون بیشتر اصطلاحات فارسی رو میشناسه. البته نه تنها زبان فارسی رو بلکه فرهنگ ایرانی ها رو هم میشناسه. با وجود این تلاش ها فاصله میان آمریکا و ایران هنوز زیاد است. با وجود عشق و علاقه اش به زبان فارسی، النر میگوید هرگز به ایران نرفته است.